سلام به همراهان کانال دکتر شین. همونطوری که میدونید روغن زیتون از میوه زیتون که حاصل درخت اونه به دست میاد. همه ما کم و بیش نسبت به خواص روغن زیتون آگاهی داریم و میدونیم که استفاده کردن از اون میتونه برای بدنمون بسیار مفید باشه. اما در این ویدیو میخوایم بپردازیم به اینکه اگر ما روزانه یک قاشق غذاخوری روغن زیتون مصرف بکنیم چه فعل و انفعالاتی درون بدنمون رخ میده حتما تا انتهای این ویدیو من رو همراهی کنید و ویدیو رو لایک کنید و در کامنت ها هر سوالی که داشتین از ما بپرسین. روغن زیتون و کاهش خطر ابتلا به افسردگی. مصرف روغن زیتون میتونه به کاهش ابتلا به افسردگی کمک کنه. در مطالعاتی مشاهده شد که مصرف این روغن باعث کاهش علائم افسردگی شده همچنین باعث افزایش سطح سروتونین در مغز میشه سروتونین هم یک هورمونه که میتونه به عنوان ضد افسردگی عمل بکنه این نتایج نشون داده که مصرف روغن زیتون میتونه در کاهش خطر ابتلا به افسردگی و افزایش ترشح هورمون سروتونین در بدن مؤثر عمل کنه حفظ سلامت استخونها روغن زیتون به علت دارا بودن ویتامین دی و کلسیوم به عنوان یکی از مواد غذایی سالم شناخته میشه. ویتامین دی و کلسیوم دو عنصر مهم برای حفظ سلامت استخونها هستند. چرا که مصرف روغن زیتون باعث افزایش جذب کلسیوم در استخونها میشه و حتی باعث افزایش سطح ویتامین دی در بدن میشه. روغن زیتون میتونه در سلامت استخونها بسیار موثر عمل بکنه. کاهش خطر ابتلا به دیابت برخی مطالعات تایید کردند که مصرف روغن زیتون میتونه به کاهش خطر ابتلا به دیابت کمک کنه. مشاهده شد که مصرف این روغن باعث کاهش سطح قند خون در بیماران دیابت نوع دو شده. همچنین مصرفش باعث کاهش ترشح انسولین و مقاومت به انسولین در بیماران دیابت نوع دو شده. این نتایج نشون میده که مصرف روغن زیتون میتونه در کاهش خطر ابتلا به دیابت مؤثر عمل بکنه. کاهش وزن. مصرف روغن زیتون در کاهش وزن و مدیریت وزن میتونه مؤثر باشه. از اونجایی که روغن زیتون حاوی اسیدهای چرب تک نواخته مصرفش میتونه باعث افزایش سطح هرمونهای سیری در بدن بشه که میتونه به کاهش اشتها و کمک به کاهش وزن کمک کنه حتی مصرف روغن زیتون به بهبود عملکرد کبد کمک کرده که میتونه در کاهش وزن مفید عمل کنه بهبود عملکرد مغز روغن زیتون به کاهش خطر شناختی کمک میکنه مصرف این روغن میتونه به بهبود عملکرد مغز کمک بسیاری داشته باشه چرا که حاوی اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 و این اسیدهای چرب میتونن به بهبود عملکرد مغز و کاهش خطر کاهش شناختی کمک کنه همچنین روغن زیتون شامل ترکیباتیه که میتونه به بهبود حافظه و تمرکز کمک کنه به طور کلی یکی از سالمترین روغن های خوراکیه که به بهبود سلامت عمومی و عملکرد مغز کمک میکنه. پیشگیری از سرطان برخی از تحقیقات نشون داده که مصرف روغن زیتون ممکنه در کاهش خطر ابتلا به انواع سرطان مانند سرطان پستان موثر باشه در پیشگیری از سرطان مطالعات نشون دادن که مصرف روغن زیتون میتونه در کاهش خطر بروز بیماری هایی مثل سرطان سینه سرطان روده بزرگ و سرطان پروستات موثر باشه برای عملکرد بهتر استفاده از این روغن بهتر مصرفش رو همراه با یک رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی منظم همراه بکنید تا بهترین نتیجه ها را ازش بگیرید. کنترل کبد چرب با توجه به ظهور فسفودها در کشور و ایجاد تغییرات در فرهنگ غذایی مردم این روزها کبد چرب به یک مشکل جدی برای بسیاری از افراد تبدیل شده. هیدروکسیتروزول یک پولیفناله که در روغن زیتون فرابکر و تصفیه نشده یافت میشه و نوعی آنتی که بسیار قویه و نقش مهمی در سلامت فرد و پاکسازی کبد و حتی کنترل بیماری کبد چرب ایفا میکنه. درمان یوبوست زمانی میتوان گفت فردی به یوبوست دچاره که در هفته کمتر از سه بار دفع داشته باشه با توجه به اینکه مدفوعش بسیار خشک کم و سفت باشه و دفعش براش سخت باشه حالا چطور با روغن زیتون این مشکل رو برطرف بکنیم. شما میتونید نیم ساعت قبل از نهار و شام یک الا دو قاشق غذاخوری روغن زیتون فرابک رو در آب داغ مخلوط کنید و میل نمایید. این درمان قطعیه و اگر تا به حال موارد دیگه ای امتحان کردین و نتیجه نگرفتین، این درمان برای شما میتونه درمان قطعی و دائمی باشه. کاهش سیاهی دور چشم روغن زیتون علاوه بر املاح معدنی و مغذی که داره حاوی مقادیر بسیار زیادی از ویتامین کا هستش و باعث شده به عنوان یک کرم دور چشم کاربرد صحیحی داشته باشه و بتونه سیاهی دور چشم رو برطرف بکنه برای این کار شبها مقدار خیلی کم به قدری که محل سیاهی دور چشم چرب بشه از روغن زیتون طبی استفاده کنید و پنج دقیقه اونجا رو ماساژ بدید و صبحها اونجا رو شستشو بدید پیشگیری از سکته قلبی بر اساس پژوهش های انجام شده سکته قلبی و مغزی از مهمترین علت مرگ و میر ایرانی هاست و این آرزه مرتبط با گرفتگی عروقه که به واسطه اون سکته قلبی یا مغزی رخ میده روغن زیتون چون اسیدهای چرب غیر اشباع زیاد داره مانع از گرفتگی عروق و لخته شدن خون میشه و مصرف روزانش به افرادی که بیماری های قلبی دارند. یا میخوان ازش پیشگیری بکنن توصیه میشه. روغن زیتون برای تقویت قوای جنسی جالبه بدونید این روغن به عنوان یک محرک جنسی طبیعی شناخته میشه و ماساژ روغن زیتون باعث بهبود گردش خون در اندامهای بدن میشه و میتونه باعث بهبود رابطه جنسی بشه. افزایش هورمون ها و میل جنسی مردانه تستوسترون یک هورمون جنسی مردانه است که از چربی ساخته شده و یکی از مهمترین مزایای روغن زیتون اینه که به افزایش این هورمون های جنسی مردانه کمک میکنه و باعث میشه سطح تستوسترون و میل جنسی در آقایان بالاتر بره اگر شما از کاهش و پایین بودن هورمون تستوسترون و هورمون های جنسی رنج میبرید روزانه مصرف یک قاشق غذاخوری روغن زیتون رو در برنامه غذاییتون قرار بدین. عزیزان این که توصیه میشه روغن زیتون بخورید قطعا فقط منظور روغن زیتون فرابکر و طبیعی بدون هیچ گونه عوامل تصفیه شدگی و یا بدون هیچ گونه عوامل افزودنی در اون و فراموش نکنید این روغن رو صبحا ناشتا میتونید میل بکنید و یا حتی شب ها قبل از خواب به هر شکلی اون رو مصرف بکنید بهترین فایده رو برای بدنتون داره و البته این رو بگم اگر شما روغن زیتون رو به علت مواردی مثل یبوستد مصرف می کنید بهتر اون رو صبح ناشتا و یا قبل از وعده های غذایتون مصرف کنید که خاصیت نرم کنندگی و روان کنندگی بیشتری به روده های شما بده. آرزو می کنم همیشه سلامت باشید. خدا نگهدار.